حسین باستانی همکارم اینجا در استودیو با ماست. آقای باستانی، در چند هفته گذشته ابهاماتی در فضای مجازی و همینطور در رسانه ها مطرح شده بود در مورد اینکه چه کدوم یکی از مدیران باید در پست خودشون بمونن، کدوم ها باید ترک بکنن بر اساس این قانون جدید. دقیقاً قانون چی میگه در این مورد؟ قانون البته فراز و نشیب داشته، رفته شورای نگهبان، رد کرده، بعد دوباره یه چیزایش تغییر کرده برای تامین نظر شورای نگهبان. اون چیزی که نهایتاً به تصویب رسیده، اون البته خب میگه که اون کسایی که در دستگاه‌های عمومی کار میکنن که از بودجه در واقع عمومی استفاده میکنن، اونها اگر به سن بازنشستگی رسیده باشن، در واقع بازنشسته هاشون باید خدمت رو ترک کنن. استثناهاش هست که مهمه دیگه و خبرساز شده. استثناها البته در قانون مصوب جاهایی به صراحت ذکر کرده، مثلا بازنشسته های نیروهای مسلح طبق نظر رهبری اونها میتونن ادامه بدن، البته باید فرمانده کل قوا تشخیص بده. در مورد وزارت اطلاعات گفته که تا 1% نیروهای شاغل رسمیشون میتونن از بازنشسته هاشون نگه دارن. اینا یه مقدار سریع‌تر ذکر شده. یه جاهایی هم کد داده، یعنی صریح در متن قانون نیومده. مثلا اومده اون کسایی که در بندهای الف و ب و جیم ماده 71 که قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شدن، این ترجمهش به زبان ساده میشه رؤسای سقوه، وزرا، نمایندگان مجلس و خدمت شما ارشاد که مثلا اعضای شورای نگهبان و امثال اینها. اینا چیزایی که در قانون ذکر شده، ولی در عمل اتفاقی که طبیعتاً میشده از اول انتظار داشت که بیفته و افتاده اینه که خب رهبر جمهوری اسلامی ایران اصولاً فارغ از اینکه چیزی در قانون ذکر شده باشه یا نشده باشه، او همواره میتونه دخالت بکنه از جایگاه حکم حکومتی برای اینکه در هر قاعده‌ای هم تبصره و استثناء ایجاد بکنه. ولی قانون دسته، یعنی این قانون دسته ایشون رو باز نذاشته برای اینکه بتونن این کار بکنن، چون در اون نسخه اولیه این قانون ظاهراً تبصره‌ای بوده که ایشون بتونه در بعضی موارد دخالت بکنه، ولی بعدتر شورای نگهبان برداشته. بله، قبلا یعنی نسخه اولی قانون این بود که کسایی که مجوز خاص از رهبری دارن اینها میتونن ادامه بدن و لزومی نداره کنار برن. بعدا شورای نگهبان این رو برش داشت و در نسخه نهایی که 21 شهریور شورای نگهبان در واقع اونو داد، چون شورای نگهبان برگرد مجلس، مجلس تغییراتی داد، در نسخه نهایی که 21 شهریور گذشته شورای نگهبان اون رو در واقع منتشر کرد و فرستاد برای اجرا، در اون این مجوز خاص رهبری برداشته شده بود. بعد در بعضی از نمایندگان مجلس توضیح دادن که گفتن این به خواست رهبری برداشته شده. حالا البته توضیحات در این حد بود که شبیه اشاره‌ای که امروز هم آقای خامنه‌ای تو صحبتش کرده، این که خب حالا هی مراجعه میکنن به رهبری، میخوان استثناء بگیرن، مجوز بگیرن و این باعث اذیت و آزار و اینها میشه، در نتیجه این برداشته شده. اما در عمل چیزی که اتفاق افتاده این بوده که این دخالت صورت گرفته. یعنی مثلا همین 4 روز پیش یک مقام دفتر آیت الله خامنه ای که حالا اسمش هم ذکر نشده بود با خبرگزاری فارس گفتگو کرد و گفت که تا حالا مدیران ارشد 7 دستگاه اومدن و استثناء گرفتن، خواستن که مثلا مدیران ارشدشون بمونن. مشخصا ذکر کرد نام برد از صدا و سیما، از قوه قضاییه، از شورای عالی امنیت ملی، از سازمان انرژی اتمی، وزارتخونه های بهداشت و نفت و اطلاعات. البته وزارت اطلاعات تو متن قانون اومده، میشه اینجوری حد زد که چون تو متن قانون سقف 1% ذکر شده از نیروهای شاغلشون، شاید اونها فراتر از این رو میخواستن که رفتن مجوز گرفتن. آقای خامنه‌ای هم امروز تو صحبتاش این رو ذکر کرد که گفت مدیران دستگاه‌های مختلف میان و میخوان مجوز بگیرن، میخوان مستثنا بشن. من حالا البته بعضی از اینها رو میشناسم، ولی خب خیلی‌ها رو نمیشناسم. اگر به مدیر اون دستگاه اعتماد داشته باشم، خب حرفش رو قبول میکنم که یک معنی تلویحی هم داشت دیگه. یعنی مدیرانی که رهبری به هر علت اونها رو میپسنده میتونن از این مجوز گرفتن استفاده بکنن و کسانی که نمیپسنده استفاده نمیکنن. کما اینکه در اون صحبت 4 روز پیش اون مقام دفتر رهبری هم ذکر شده بود که این 7 دستگاه که مجوز گرفتن مدیران ارشدشون، دستگاه دیگری هم بودن که اومدن مجوز بگیرن و حداقل تا این لحظه موفق نشدن. و جالب اینه که با وجود تمام این اتفاقات، در واقع آیت الله خامنه ای خواسته که مجلس هم بازنگری بکنه باز در اون قانونی که همین اخیراً، یعنی در شهریور ماه، اواخر شهریور ماه شورای نگهبان اون رو به تایید نهایی رسونده و بر مبنای نظر آیت الله خامنه ای تغییرش داده. اتفاقی که افتاده این بوده که چیزی ذکر شده، یعنی دخالت رهبری
اختیارات خاص رهبری در این فقره در قانون ذکر شده بوده. آیت الله خامنه‌ای خواسته که او این اشاره به نقش او از قانون حذف بشه، شورای نگهبان اون رو حذف کرده، در عمل ولی اون دخالت رو انجام داده. به عبارت دیگه انگار که داستان به این صورت در اومده که رهبر جمهوری اسلامی به هر علت تشخیص داده و ترجیح میده که این دخالت رو انجام بده، ولی نه به صورتی که در قانون ذکر شده باشه. میخواد به صورت حکم حکومتی و به عنوان اینکه رهبر خب در هر چیزی میتونه دخالت بکنه این کار رو انجام بده، و نه اینکه در قانون ذکر شده باشه که حالا یک محدوده ای رو ایجاد بکنه که انگار همه میتونن بیان و مطالبه کنن که شامل این داستان بشن. و البته همونطور که گفتم باز خواسته که همین رو هم مجلس بازنگری کنه، که خیلی وضعیت پیچیده‌ای میشه دیگه. یعنی اگر مجلس واقعا بخواد این بازنگری انجام بده، الان مشخصا معلوم نیست چیکار باید بکنه. شاید راه ساده‌ترش شاید مثلا بتونه این باشه که اساسا از ابتدا رهبر جمهوری اسلامی این رو مشخص کنه که چه کسانی رو از اول تشخیص میده که باید برن، اونا برن، بقیه بمونن. ممنونم از شما حسین باستانی اینجا در استودیو.